بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور عزیزان هستیم در ادامه مجالس صفحه حضرت مولانا المجلس الخامس. رسیدیم به قسمت انتهایی صفحه اول. فرمود باقی عشق در دهی صافی، تا شود لاف عقل در باقی. از آن شرابی که در روز الست، ذرات ارواح مست وار بلا گفتند تمام بر ما نیز. ما را از دست صد هزار اندیشه و وسوسه باز خر. ای ساقی از آن باده که اول داری، رهی دو در انداز و بیفزا شادی. از اینجا مانده بودیم که میگوید ای ساقی از آن باده که اول داری، یعنی ساقی که باده میدهد، باده دادن یعنی تجلیات جمالی الهی. معشوق تجلی کرده است و یک باده، یک جام داده است به عاشق. اکنون این عاشق میخواهد که دومی را رو بدهد و سومی را و چهارمی را و بلا انقطاع این شراب عشق و محبت و کشف و شهود و رؤیت حقایق و اسرار الوهیت رو هر لحظه میخواهد. میگه ای ساقی از آن باده که اول داری، چون باده اول خیلی بامزه هست و مهم است و هر کسی که به چیزی توجه پیدا می کند، اولین قسم آن مهمترین قسم آن است و اولین دیدار از هر کس مهمترین دیدار است در بین اشخاص. اولین جام از هر باقی در حقیقت قسم اصلی آن است و محتوا و منظور آن در آن نهفته است. رطلی دو در انداز و بیفزا شادی. رطل آن شراب، ظرف شراب بسیار بزرگ رو میگویم که معمولا یکی را یک نفر نمیتواند مثلا بخورد و تمام کند. میگه رطلی دو، اول یکی دادی الان دو رطل بده به من، که واقعا کار هیچ کسی نیست که بتواند این دو رطل رو، آن هم رطل گران اگر باشد، نمیتواند که آن را درکشد. بیفزا شادی یعنی آن شراب اشتلاقی انسان ها رو به سمت شادی میبرد. یا چاشتی از آن نبایست نمود، یا مست و خراب کن چو سر بکشاد. یا اینکه نباید چاشتی از آن میداری. چاشتی یعنی چیزی که مزه یک چیز، اولین باری که مثلا سر خم حقیقت را گشوده است و برای امتحان یک جام را از آن داده است. خداوند جمال خود را آشکار کرده است و از جمال خود و از شراب بوی خود جامی به عاشق خود داده است. او رو سرمست کرده است، مست کرده است، از خود بیخود کرده است. بنابراین میگه یا چاشتی از آن نبایست نمود، نبایستی از آن یک چاشتی، آن جام اول رو نمیبایست میدادی. حالا که دادی مست و خراب کن چو سر بگشادی. وقتی سر خم را بگشادی دیگر حالا با یک جام ما سیر نمیشدی. وقتی آن نقاب را از چهره جمیل خود کنار زدی دیگر ما با یک تجلی سیراب نمیشدیم. تجلی های پی در پی رو بر ما روا بدار. آغاز و افتتاح این خبر به حدیثی کنیم از اخبار خوش آثار سرور و مهتر و بهتر عالم و آدم رسول ثقلین، آفتاب کونین، رحمت عالم، فخر بنی آدم،
آن که پیش از آن که آفتاب وجودش از مشرق آب و گل براید، آثار نورش چون صبح عالم را از نور پر کرده بود. خب دیگه اینها روشنه، دیگه اینها رو توضیح نمیدنیم. رسول سقلین ابنی تارکون فیکون سقلین رسول کتاب الله و اطرتی لیت ترقا حتی یردا علیه گفت. اینها در حقیقت ما سعی میکنیم که به تمایلات شیعی مولانا اینجا توجه کنیم. سقلینی که اینجا میآید، رسول سقلین، مختص امامیه هست، مختص اهل شیعه هست. یعنی سقلین چیست؟ سقلین اما مشهور، حدث مشهور است که سقلین هم میگویم، سقل چیز سنگی یا سقل که حدیث سقلین باشد یا سقلین باشد، هر دو درسته، اشکال نداره. حدیث سقلین چیست؟ پیامبر فرمود اینی تارکم فیکم و سقلین یا سقلین، من در میان شما دو چیز سقل و سنگین و سقل و گرانبها قرار دادم، کتاب الله و عطرتی، کتاب خودم را، کتاب الهی و قرآن را و عطرتم و عطرتم را. عطرتم معلوم است که و عطرتی اهل بیتی، اهل بیتم هست. خب. یعنی کتاب و سنت، کتاب الهی و سنت حضرات معصومین علیه السلام، کتاب الله و اطلاعی لیه طریقا حتی یردا علیه الحوز، اینها از همدیگر جدا نمی شوند تا زمانی که وارد شوند بر من، علیه الحوز آنها بیایند وقتی من در کنار حوز کوثر هستم، در کنار حوز جنت هستم، آنجا بر من وارد شوند. این حدیث مشهور سقلین یا سقلین است که شیعه و سنی همه نقل کردند، اما اینکه بگن رسول سقلین، این بسیار مسئله مهم است. مهتر است، بهتر است، بهتر عالم و آدم است. در عالم از همه بهتر است و در میان آدمیان هم از همه بهتر است. آن که گفتن اشرف مخلوقات، البته انسان نیست، انسان هرگز نمیتوان اشرف مخلوقات باشد، بلکه کسی که اشرف مخلوقات است، آن وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. آفتاب کونین، کون یعنی وجود، آفرینش، هستی، کونین یعنی دو هستی، غیب و شهادت، عالم دنیا و آخرت. آفتاب کونین، رحمت آدم، فخر بنی آدم، فخر فرزندان آدم. آن که پیش از آن که آفتاب وجودش از مشرق آب و گل براید، قبل از این که آفتابش از آب و گل یعنی از جنس این مادی این جهان به دنیا بیاید، در سال مثلا 570 میلادی، قبل از این که چنین باشد، حضرت نورش در این جهان بوده است، نورش حاکم بوده است بر این جهان، آثار نورش چون صبح عالم را از نور پر کرده بود. کنت نبیین و العالم بین الماء و الطین، من نبی بودم در حالی که آدم میان آب و گل بود، هنوز آب و گل آدم را نسرشته بودند و به پیمانه نزده بودند که من نبی بودم. بعد جای دیگر فرم اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود. این بر اساس عرفان، خصوصا عرفان شیعی و البته عرفان اهل سنت هم به این قائل است. چنان که می آورن که قحطی افتاده بود در مکه پیش از این. من سعی کنم کمتر توضیح بدهم که لذت این متن رو از شما نگیرم، بسیار زیباست این متن. چنان که می آورن که قحطی افتاده بود در مکه پیش از این، کافران به نزدیک عبدالمطلب آمدن، پدر بزرگ پیام، که آخر تدبیر این چیست؟ خشکسالی عظیم بود در مکه، کسی بایستی که حلقه در رحمت به جنبانیدی، در رحمت الهی حلقه ای دارد، این رو باید کسی به جنباند، این حلقه رو بزند تا اینکه در رحمت الهی به روی مردم گشوده شد و بر در قضا تقاضا کردی که آتش قحط دود از خلق برآورد.
مردم در آتش قحطی می‌سوزند. هم اکنون نه حیوان ماند و نه نبات، نه گیاه نه حیوان، همه مردند از بی‌آبی از تشنگی. هم اکنون نه عقلی شود خطه اثبات. خطه اثبات یعنی این آدمی که دایی که ما در اونجا هستیم همش نفی می شود، یعنی همه مردم خواهند مرد از تشنگی و از بیابی و قحطی. عبدال مطلب گفت مرا باری نه بر آسمان آبروی است و نه در زمین، هیچ کجا آبرو ندارد، اما نوری بود در پیشانی من از عدن اجنان آمده و ناف عبد مناف گذر کرده، آن را به ولیعت به عبدالله دادم. عدن همان باهای عدن هست، مشهور است. عدنان پسر نوح هست، عدنان و قحطان که میدانید که زبان عربی از طریق قحطانیان آمده، پسر پنجم حضرت نوح بوده است و مشهور است که زبان عربی از قحطان این زبان رو سخن گفته و پسر نوح بوده و او به زبان عربی سخن گفته است و کم کم آمده است. قحطان بعضی ها میگویند که برادرش عدنان بوده، بعضی ها میگویند که بعدها در سلسله او عدنان رو بودند. پیامبر و قریش از عدنانیان بودند، عدنانیان و قحطانیان. و بحث هست، قحطانیان غالبا آمده اند و در بنی اسرائیل ریشه کرده اند که زبانشان عبری شده است. عدنانیان آمده اند و در اعراب، در اعراب خاص یعنی پس از حضرت ابراهیم به وجود آمده اند. قحطانیان عرب خالص هند. به قحطانیان عرب عاربه میگن. آن بحث شاید جالبی باشد. به قحطانیان عرب عاربه میگن، یعنی عربی که اولی بار عربی سخن گفت. عدنانیان که در حقیقت از پدران حضرت پیامبر بودن، عدنانیان عرب مستعرب هستند، یعنی اینها از اول عرب نبودن، اینها عبری بودن. یعنی پیامبر اسلام به طور کامل عرب نیست، عرب عاربه نیست، عرب مستعربه هست. عرب بادی، عرب قدیم به دو قسم تقسیم میشد، عرب عاربه، عرب مستعربه. عرب عاربه اونهایی بودن که از قحطانیان بودن، پسر نوح بوده و از اول عرب بودن، عربی سخن گفتن، کم کم پیشرفت کرده و به شکل این بودن. عدنانیان کسانی بودن که بعداً عرب شدن، بعدن که اینها آمدن در مکه سکنا گزیدن، از جمله قبیله جرهم بود که آمد و با هاجر همان همسر حضرت ابراهیم ازدواج کرد، رئیس جرهمیان و بنای اول خانه کعبه و بنای اول شهر کعبه در آن زمان نهاده شد. و بعدن هست که ویزی الفا ابراهیم و قواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل من ناینکه انت السمیع العلیم، همان آیه هست، به همین اشاره داره. شهر مکه در زمان حضرت ابراهیم به وجود آمده است. بعدن اینها آمدن، این جرهمیان که در حقیقت از آنجا نسل حضرت رسول از مانتر از اسماعیل می آید، در حالی که دیگران از اسحاق می آید، از آن جهت آن اسماعیلی که فرزند حضرت ابراهیم است، اسحاق هم فرزند ساره هست و فرزند بعدی او هست. انبیاء بنی اسرائیل از اسحاق هستند و انبیاء و پیامبر اسلام از ابراهیم از اسماعیل هست. بنابراین اینها مسائل خاصی است، حالا مباحث خیلی فراوانی دارد. این عدنانیان در حقیقت همان شرایط رو داشتن، یعنی اینها بعداً عرب شدند، از قبل عرب نبودند و نژادشان نژاد عرب نبوده است. بنابراین آنهایی که مثلا میخواهند با
بگویند که پیامبر عرب بوده و میخواهند نجات پرستانه رفتار کنند و عرب را بکوبند و به تبع آن پیامبر از مشن ما رو مورد نقد قرار بدهند، اینها اصلا بی اطلاعند و بی سوادند، نمیدانند که پیامبر اصلا عرب نبوده است. پیامبر بعداً عربی سخن گفته است، نه اینکه از اول و از ابتدا ایشان عرب بوده. عرب مستعربه هستند، یعنی بعداً استعراب کردند، طلب عربیت کردند، عربی رو زبان مناسب تری یافتند و سخن به آن گفتند. خب عبد مناف هم چیز، عبد مناف هم جد اعدای حضرت رسول است که جد پنجم هست، قصی ابن کلاب ابن مدرت ابن لبیه تا آخر، که پیامبر آن نسبی دارد که به 36 وجه بعضی ها به 40 و چند تا به حضرت ابراهیم رساندند. حضرت محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، یعنی که این عبد مناف در حقیقت یک عبد شمس بوده، یک عبد مناف بوده و مشهور است در تاریخ که اینها آمدن و وقت اینها دو قلو بودن، با هم دو قلو زاده شدن، مشهور است. ما نمیدانیم که از اسرائیلیات هست که حقیقت دارد. وقتی که اینها دنیا به دنیا آمدن، انگشتشان با هم دیگر چسبیده بود، این دو برادر که در شکم بودن. وقتی که آمدن و آمدن گفتن چه کنیم، دیدن این دو برادر به هم چسبیدن، گفتن اینها رو باید از هم جدا کنیم. آمدن و با شمشیر دو تا انگشت اینها رو از هم دیگر جدا کردن، دو گروهای به هم چسبیده بودن، طرف از انگشتشان چسبیده. بنابراین کاهنان آنجا گفتن که تا ابد بین اینها شمشیر حاکمیت خواهد داشت و بنابراین از عبد شمس یک ادعا آمده، از عبد منان ادعا دیگر، یکی شد بنی امیه، یکی شد بنی هاشم. هر دو پولدار بودن، هر دو بزرگ مکه بودن، ولی بنی هاشم حضرت جناب هاشم آمد. هاشم هم چرا بهش هاشم گفتن؟ هاشم یعنی استخوان شکننده. هر چی که داشت در خانهش رو باز میکرد و میگویند هر روز یک شتر رو قربانی میکرد و به فقرا میداد، تا اینکه بعد از مدتی هاشمیان بنی هاشم همه حقیر شدن، در حالی که بنی امیه کم کم چه شدن؟ کم کم پولدار شدن. اینها تجارت میکردن، اینها حقیر شدن و اینها رفته رفته ثروتمندتر شدن و همین شرایط انجام یافت تا اینکه جناب عبدالمطلب باز به شرایطی و از این جهت بود که بنی هاشم فقیر بودن به طور کلی و بنی امیه چون اون هاشم بود آنقدر استخوان در خانمون می شکست، یعنی غذا می خوردن، که به او گفتند هاشم، یعنی شکننده استخوان. از این جهت است که این روال ادامه پیدا کرد. این رو میفرماید قحطی افتاده بود در مکه، گفت نوری بود در پیشانی من از عدن عدنان، خیلی عدن و عدنان رو خیلی زیبا آورده، در ناف عبد مناف. ناف عبد مناف، عبد مناف همان از ناف میبرن دیگه، ناف بچه رو میبرن، یعنی در حقیقت آن نسل نسبی رو در حقیقت می‌فرماید، گذر کرده آن را به ودیعت به عبدالله دادن. این مشهوره، مشهور هست که وقتی که حضرت عبدالله، جناب عبدالله به دنیا آمد، آن هم قصه‌اش هم عجیب است، آن فرصت نداریم که چگونگی روزی فرصت باشد، چگونگی به دنیا آمدن جناب عبدالله رو می‌گوییم که چگونه شد و آن نوری که بوده است در جبین و در پیشانی او چه بوده است و بزرگان آن زمان، کاهنان یهودی و مسیحی که در آن زمان بودند، این نور را دیده بودند و بنابر توطئه یهود بود که عبدالله رو کشتند و نه اینکه مرده باشد، او را کشتند و بنابرای همان توصیه یهود بود، چون یهود در کتاب‌هایشان دیده بودند
این در تورات وجود داشته است آن زمان که کسی خواهد آمد چونین است، شرایطش چونین است. شما می‌بینید که بحیرای دانشمند آنقدر عظیم بود که بود می‌گفتن بحیر، بحیرا، بحیر یعنی بحر کوچک، بحر میشه بحیر، مصغر شده یعنی بحر کوچک. یک دریایی بود از علم. این همه صومعه در اطراف مکه و مدینه و شام و سوریه اینها چه می‌کرده؟ اینها می‌دانستند که پیامبری ظهور خواهد کرد، اینها در کتاب‌هایشان بود، بنابراین صومعه‌هایی رو ساخته بودند که وقتی پیغمبر آخرالزمان ظهور کرد، مسیحیان خصوصاً آمده بودند که بگویند اگر پیامبر آخرالزمان ظهور کرد ما اولین مؤمنین به او باشیم. آن تصویری که از چهره حضرت رسول کشیده شده از توسط آن راهب مسیحی در 12 سالگی وقتی پیغمبر رو می‌برد، آن راهب مسیحی می‌بیند پیغمبر رو، نوری در جبین او می‌یابد. اینها آدم‌هایی بودند که انسان‌هایی بودند خیلی مانند افراد بزرگ، اینها خیلی وارسته بودند، از بس ریاضت کشیده بودند خیلی از مسائل رو می‌دیدند، چشم برزخیشان باز بود. اینها دیدند که چونی به ابو طالب گفت که این کیه؟ گفت فرزند من، این پسر من. گفت نه، این پسر تو نیست. گفت چطور؟ گفت پسر پدر ایشان قبل از تولدش باید مرده باشه. گفت تو از کجا میدانی؟ گفت در کتاب‌های ما هست. تو چه هستی؟ تو باید عمویش باشی. گفت بر من عمویش هست. گفت برده عمو که باشی درست. یعنی ابو طالب آمد و به آن میگفت که من پدرشم، که این احساس قریبی نکند، ولی او میدانست. بعد میگوید که آن مهر نبوت رو هم میخواهم در کتب او ببینم، آن چه بوده است و چه سری و رمزیست ما نمیدانم. و او اذن میدهد و پیامبر در 12 سالگی، در 13 سالگی که اینها میرفتن به شام برای مبادله کالا و برای تجارت، وقتی که باز میکند میبینم، سجده میکند، بر دست و پای پیامبر میفتد، دستش را میبوسد، میگوید ایمان میآورم به تو قبل از اینکه تو نبی شدی، من عمرم نخواهد رسید به اینکه من به تو ایمان بیاورم، اکنون به تو ایمان آوردم، ایمان مرا بپذیر. بعد از آن وقتی که مشهور است که چون آن زمان چون الان کلیساها را هم میبینید، کلیساها غالبا نقشهایی دارند، نقش همه رو نقشهاش را کشیدن حضرت سلیمان، حتما ملاحظه فرموده اید، نقش مثلا حضرت عکس حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت مسیح، حضرت این هم عکسی رو میکشن. و حتی جالب است که اینها همان فارفلیت یا فارفار یا کلمات دیگری که در زبان عبری هست، اینها عکسهایش در کلیساها هست. همین عکسون در کلیساهای سبک گوتیک یا کلیساهای قبل از آن عکسهایی از پیغمبر کشیدند. وقتی به ایشان میگویند که این چیست، نمیدانند. میگن حتما یکی از قدیسان بوده است، در حالی که اگر کسی اهل فن باشد میگن اینها یک کسی رو نیاز به تحقیق دارد. من چند تا کلیسا که در جاهای مختلف جهان بوده رفتم، خیلی چیز جالبی است. یعنی در همه اینها یکی بود که در اینجا هیچ برایش توضیحی نداشتند. 20 تا 30 تا چهره هست، میگن این سلیمان، این داوود، این یحیی هست، این کی هست، این کی هست، یه چهرهایی هست اینا رو نمیدونن. یا فرشته هست، مثلا اسم فرشته گفتن، یا گفتن قدیسان هستن، در حالی که این یک چهره تقریبا شبیه هست، یه چهره شرقی هست و اتفاقا با چهره با موهای مثلا مجعد پیامبر این رو درست کردن. خب شما میدید در اروپا و اینها که موی مجعد وجود ندارد که کسی حضرت عیسی رو میکشن، دیده اید که چگونه چهره غربی و چهره خاص اروپایی بهش میدن. خب همچنین هست با اینکه جاهای اون رو به شکل‌های دیگری کشیدن، اما کسانی هستن که اینها نشان ندادن. این مربوط است به همان منابع و کتبی که اینها از قدیسان می آوردن و پیامبر اسلام جزء اینها بوده. حال ممکن است مثلا عکس حضرت علی یا دیگران هم بوده باشد، از عکس حضرت فاطمه در آن بوده باشد، که باز اونجا نیازمند به مقداری تحقیق و پژوهش عمیق است.
نهایتا کاری نداره. این که اینها آمده اند و در آنجا این اتفاق افتاده است، یک نوری در جبین حضرت عبدالله بوده است. قرار داشتم که توضیح ندهم ولی بیش از همه وقتم بگیرم. این در جبین حضرت عبدالله هست و آن نور است که همه میگفتند و جایی هست که میگویند این کیست؟ این و ابوه و بیزت البلدی، یکی از شعرها میگویند ابوی پدرش کیه؟ بیزت البلده. بیزت البلد یعنی سفید روی شهره. آنقدر این عبدالله زیبا چهره بوده و آنقدر سفید رو بوده است که مشهور بوده در میان اعراب، مشهور بوده که این شخص بسیار سفید رو هست و در جبین او آن نور نبوت بوده است. و مشهور است که وقتی با میگویند که نوری در یکی از همین کاهنان، میگوید که وقتی میرود عبدالله در جایی، یکی از کاهنان مسیحی، یکی از راهبان مسیحی، رهبانان مسیحی میبیند رو میبیند، میگوید من در جبین تو نوری میبینم. این نور عجب نوریست، تو پیغمبر هستی؟ میگه نه من پیغمبر نیست. میگه تو پیغمبری، تو نور نبوت در پیشانیت هست، اما نوری که در عیسی بود. میگه نه من نیست. بعد میرود و در سفر با ایمنه یا جناب آمنه ازدواج میکنه و وقتی که نطفه حضرت رسول در بطن آمنه متمکن میشود، بعدن وقتی برمیگرده دوباره آن راهب عبدالله را میبینه. به اون میگوید تو چه کردی؟ میگوید چی؟ گفت آن نور نوبت دیگر در پیشانه تو نیست، کجا منطلق شده است؟ و عبدالله میفهمد که منطلق شده به وجود مقدس و نطفه مقدس حضرت رسول صلی الله علیه. و همان نور نبوت هست که بعداً خود را نشان داد. اینها از لحاظ عمومی مسائل قابل قبول برای عرفا هستند. ممکن است که عده‌ای نتوانند بپذیرند، اما اینها یک مبرهناتی است که تقریباً شکی در آن وجود ندارد. این رو می‌فرماید مرا باری نه بر آسمان آبروی است و نه در زمین، اما نوری بود بود در پیشانی من از عدن عدنان آمده بر ناف عبد مناف گذر کرده، آن را به ودیعت به عبدالله دادن، آن نور را به عبدالله دادن. ودیعه، ودیعه چیه؟ باید مال خودش نیست، باید چی؟ برگردن، باید به کس دیگری بدهد. عبدالله به امانت به ایمنه سپرد. ایمنه هم آمنه هستید و بیشتر ایمنه گفتند در روایات، ایمنه هست تا آمنه، چون ما غالبا اگه ایمنه میگفتن ما منتجه نمیشدیم، آمنه گفتن هر دو. ایمنه، ایمن و ایمنه، ایمن یکی از نامهای محمود در میان عرب بوده و تا که آمده مثلا در حقیقت مؤنث شده است. اکنون آن نور به عالم ظهور آمده است، او را بیارید تا به حرمت او از خدا باران خواهید. او قحطی شده، میگوید بروید محمد را بیارید تا باران بخواهید، باشد که به دولت او کاری برآید. محمد را بیاوردن، عبدالمطلب پیش او برخواست، او را در صدر نشاند. عبدالمطلب بزرگ مکه بود، از جایش بلند شد و او را در صدر نشاند. کودکی بود پیامبر، گفتند طفلی را بر سطح می نشانی. آنچنانچه می گویند حضرت جناب عبدالمطلب در 8 سالگی پیامبر از دنیا رفته است، بعضی هم می گویند در 2 سالگی پیامبر از دنیا رفته است و 2 سالگی قریبتر است، یعنی پیامبر هنوز نزدیک به 2 سالش بوده که عبدالمطلب در آن زمان زنده بوده است. گفتند طفلی را بر صدر می نشانی، یک کودک خردسال رو، بسیار کوچک رو بر صدر می نشانی. گفت آری، اگرچه به صورت من در صدر نشستم، من بالا نشستم، پیرمردی هستم،
اما از بارگاه معنی قلقله میشنوم که او به صدر از تو حق تر است. فرشتگان بارگاه معنی همه سرزدا میکنن که اونجا نشین، اونجا بچه یک دو ساله رو اونجا به جای خودت بنشان که او بر تو برتر است، از تو برتر است. بعد از آن عبدالمطلب او را به نواز نوازشش میکرد، چونان که پادشاه زادگان را بندگان می نوازند. یک بنده بیاید و یک پادشاه زاده رو شاه زاده رو به نوازدان و به در خانه کعبه آورد، با او بازی می کرد و او را برمی انداخت، چونان که عادت است که طفلان را به بازی به دست براندازند. در دستاش باهاش بازی می کرد تا آورد به طرف و گفت ای خداوند، این بنده توست محمد، و گریه بر وی افتاد. و در خانه کعبه گفت خدایا این بنده توست، گریست. دایه لطف قدیم را مهر بدون، بسیار زیباست، از لحاظ ادبی از لحاظ هنری واقعا زیباست. دایه لطف قدیم را مهر بدون، لطف قدیم همان خداوند است. دایه یعنی کسی که دایگی می کند و سرپرست طفل می کند. خیلی زیباست، چون او طفل بار آمده است، او هم می گوید دایه دکتر قدیم را مهر بجنبید. مهرش و محبتش جوشش گرفت، دریای رحمت به جوش آمد، بخاری از جانب زمین بر آمد، بخار به بالا رفت و بر چشم ابر زد، باران باریدن گرفت به اطراف. یک دفعه همان لحظه به خاطر وجود پیامبر باران گرفت، شاه‌ها و گرداب‌ها پر و نبات‌ها سیراب شدند، همه چاه‌ها پر شدند، همه سفره‌های آب زیرزمینی پر شدند، عالم مرده زنده شد. چون به سبب ذات مبارک او در هنگام طفولیت کافران بت پرست از بلا خلاص یافتند، روزی که این شفیع قیامت کمر شفاعت بر میان بندد و شفاعت کردن گیرد به ذات خود، آن رحمت بی پایان کی روا دارد که مؤمنان در عقوبت مانند. این مهتر که شمه ای از فضایل او شنیدی چنین می‌فرماید. خب می‌گوید پیغمبری که وجود مقدسش در یک سالگی به داد مردم رسید، آنها را از هلاک حتمی نجات داد، اینها هم یادشان بود. چرا به پیامبر احترام می‌گذاشتند؟ یادشان بود، همه اینها جز معجزات پیامبر بود. بیش از هزار و یک معجزه اتفاق افتاده است از جانب پیامبر، قبل از تولد، از شکستن کنگره کاخ ساسانیان گرفته تا خشک شدن دریاچه سابق و هزاران هزار کار دیگر و ارهاسات دیگر، تا بعداً همه اینها معجزات حضرت رسول. مشهور است که حداقل هزار تا معجزه داشته است. این معجزات رو مردم می‌دیدن، اونها که منصف بودن این رو درک می‌کردن و حساب و کتاب می‌کردن. خب راجع به پیامبر سخن گفت که اینقدر مهربان است و مهرش در یک سالگی، دو سالگی جنبیده و مردم نجات نجات پیدا کردن. چون این می‌فرماید که العلم و حیات القلوب و العمل کفارت الذنوب. علم حیات دلهاست، زندگی دلهاست، و العمل کفارت الذنوب، و عمل کفاره گناهان است. الناس و رجلان، مردم دو صنفن، دو گونه اند، عالم ربانی یا عالم ربانی هستند، عالمی هستند که از طرف خداوند علم به اینها عطا شده است، و متعلمان علی سبیل النجات، و کسی که متعلم است می آموزد از این عالمان ربانی، ولی به شرطی در سبیل نجات باشد، در راه نجات باشد، نه در راه فی سبیل الغوایه نیست، فی سبیل الهلاکه نیست، فی سبیل نجات است، در راه نجات است. و سایر الناس همجون ارتعو فی ریاض الجنه. خیلی زیباست، خیلی زیباست. و
سایر الناس و بقیه مردم چه هستن؟ یک مردم دو گونن، یا عالم ربانی یا متعلم علی سبیل النجوم. بقیه هم اجون جه ها، در جای دیگر هست که میفهمد هم اجون جه ها، در قرآن هم هست هم اجون، بقیه ساده دلانی هستن، انسانهای به دور از علم هستن، انسانهای بی سواد و کم سوادی هستن. ارتعو فی ریاض الجنه، اینها در باغهای جنت حقیقی اینها مرتع شدن، یعنی چریدن، اینها در باغهای بهشت چریدن گرفتن. خیلی زیبا، یعنی انسان ها دو بنن، یا عالم ربانی یا متعلم علا سبیل نجار، این دو تا گروه هند ها، گروه سوم چند، ولی غالب مردم همج هستن. اینهایی هستن، کسانی هستن که اینها اصلا از این علم و نور اینها بیخبرن، ولی که قمر خیلی جالب، اونهایی که از علم بیخبر اینها در بهشت هستن. پس بهشت جای ابلهان از اکثر و اهل جنه البوله هست. پیغمبر فرمود بیشتر اهل بهشت البوله هست، ابلهان هستن. ابله با احمق فرق میکنه، مولانا احمق رو بد میداند، بار منفی برایش میگذارد. احمق کسی که از عقلش هیچ استفاده و بهره‌ای نمیبرد. ابله کسی که ساده لوح هست، لوح ضمیرش ساده هست، آدم پیچیده ای نیست. براحتی وقتی سخنی از حق شنید گردن می‌نهد، قبول می‌کند. مثل آدمی نیست که باید هزار بار به هیچ چیز را بگویی و آخر هم قبول نکند. یک حرف حق را شنید خود به خود باور می‌کند. اینها هستن. وقتی پیامبر آمد با خدا هست، این چون ابله بود پذیرفت، گفت بله خدا هست. دنبال دلیل خدا پیامبر از کجا خدا هست؟ من میگویم نیست، ثابت کن. این هم علیکم به دین العجایز همینه. پیامبر میگذاشت همه شنیده این کسی داشت میریسید، نخ میریسید پیر زنی بود، به او گفت که به خدا اعتقاد داری؟ گفت بله. گفت چطور اعتقاد داری؟ خواست به مردم بگه، دستش را کشید، این چیزی که با او کار میکرد ایستاد. گفت من که چرخ را دارم میچرخانم، دستم را بکشم این نیستاد. این چرخ گردی که میچرخد اگر خدا نباشد او این چرخ نخواهد چرخید. به قبل علیکم بگیم این عجایز، این به تو نمی دین عجوزه ها باشد، این که پیریزم، پیرزم ها باشد. این بهتر دین است، این که با هزار تا دلیل میآورد، هزار دلیل فلسفی میآورد، هزار برهان میآورد، آخرش هم ایمان نمیآورد به خدا. چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ غالب فیلسوفان کافر از دنیا میروند. بدبخت ها تا آخر عمرشان آخرش نمیدانند خدا هست یا نیست. آنقدر سخنان اضافه میخوانند و میبینند آخرش هم در شکن که خدایا هستی تو یا نیستی. یه در ترسشن که نکند باشد میپذیدن، یه در نمیترسن اصلا نمیپذیدن. خب میفرماید وقتی که این شفیع قیامت شفاعت کرد، خب این شفاعت هم یکی از معلفه های شیعه هست. توسل و شفاعت از مؤلفه های مهم شیعه هست و اهل سنت غالبا شفاعت رو قبول ندارن. غالب نهده های فکریشان شفاعت و توسل رو قبول ندارن. از احمد حنبل گرفته، از حنفیان گرفته، برخی از شافعیان هستن که به شیعه نزدیکترن، اونها میپذیرن. بنابراین وقتی که مولانا میگوید شفاعت و بعضی از بزرگان مثلا دکتر زرزینکوب مثلا میگوید مولانا هم ولی بوده است، نمیدانم ایشان از چه جهت این را فرموده. خب حضرت ایشان ادیب بسیار بزرگی بوده، دانشمند در ادبیات بسیار بزرگی بوده، ولی احتمالا در ادیان آنقدر و در فرق اسلام آنقدر تبحر نداشتن که این ادعا را فرمودن. البته ایشان هم آن چیزهایی که دیگران نوشتند رو گفتن که مولانا هم ولی بوده است. هم ولیان اتفاقات اصلا به شفاعت اعتقاد نداره، اصلا جز شاخصه هایشان هست. اگر شما یک هم ولی را ببینی و برای او شفاعت از شفاعت سوال میگوید تو کافر است.
همین ابن تیمیه که آمده و خیلی از مسائل رو از اون شفاعت به رسول رو رد کرده است، در قرن هفتم و همیشه ناسی بزرگ داعش است و بزرگ وهابیون و بزرگ سلفی ها است و دانشمند بسیار بزرگی هم بوده است. همین ابن تیمیه شفاعت رو رد میکند و حنبلی است و حنبلیان کلا اینجوری هستند، کل حنبلیان و حنفیان و مالکیان اینها اصلا شفاعت رو نمیپذیرن. وقتی شفاعت میگن اینها کلید واژه هست، اینها روشنه که به تشیع مولانا دلالت میکنه. حال خواهید گفت چرا اسم اولی و دومی و سومی را آورده؟ بخاطر اینکه بتواند اسم چهارم را بیاورد. اگر او میخواست اسم علی را بیاورد، مجبور بود که اسم آن سه نفر دیگر را هم بیاورد و ایرانی هم برای او متصور نبود و گاه مجبور بود که بعضی چیزها را بگوید. ما در مثنوی داریم فیزیکی روایتی که از حضرت فاطمه هست، مولانا به عایشه نسبت میدهد، دیگه عایشه گفت. روایت چون خیلی مهمه، بعضی ها میگوین که این اصلا که بود، ولی خب اینها نمیدانند که این روایت در نزد اهل سنت از عایشه نقل شده است، در روایت های شیعه از حضرت فاطمه نقل شده است و او به خاطر اینکه مقبولیت پیدا کند روایت اهل سنت رو آورده است و به شکل اهل سنت آورده است. همین کاری که علامه هلی کرده است، شیخ طوسی کرده است، شیخ مفید کرده است، جنید اسکافی کرده است. اینها بزرگان ما هستند که وقتی سخن گفتند تمسک کردند به احکام اهل سنت و از بزرگان اهل سنت احکام رو خیلی هاشو نقل کردند. ایرادی هم کسی نگرفته بر ایشان. این یک بار چیزی که منصوب به حضرت فاطمه بود به عایشه گفته، الان یک ادعا راه افتادن میگن بعد این مولانا مولوی مثلا آدم کافری بوده، منحرفی بوده و کذا بود کذا. یک روایت هست، اصلا منابعش دست او همین بوده، منابع اهل سنت دستش بوده، منابع شیعه هنوز آنقدر اهمیت پیدا نکرده بود، منابع شیعه در قصدوها بود، کسی از نمیداد که اشخاص شیعی سخن بگوین، کتابهای شیعی در قصدوها مانده بود. خدا رحمت کند صفویه را، اونها آمدن وقتی به تشیع قدرت دادن باعث شد که اینها از آن اجماع بیایند، از کتمان بیایند بیرون و شیعه مطرح شد. بلا اینها حرفاشون، کتاب شیعه در دست هر کسی پیدا میشد بلافاصله کشته میشد، کتب زاله محسوب میشد. نهج البلاغه رو قال علی قال حسن قال الحسین رو اگر در خانه پیدا می کردن، اهل آن خانه رو باهاش آتیش می زدن. عباسی هم چنین کردن، بعدها هم چنین کردن، فتوا می دادن، فقهای سنی فتوا دادن و کفر شیعیان. اینها امر مسلم است. باز اگر برگردیم، اینها رو من می خواهم بگویم که مواردی است که مطمئنا نشان می دهد این شیعه بودن حضرت علی، حضرت شیعه حضرت علی بودن مولانا رو. همچنین است در مورد ابن عربی، دلایل به حد کافی وجود دارد، کسی نمی خواهد به پذیرت دیگر بحثی نیست. متعلم علی سبیل النجات از سایر الناس همان جون ارتقو فی ریاض الجنه قیل و ما ریاض الجنه، گفته شد که ریاض جنت چیست، باهای جنت چیست. قال حلق و ذکر، حلقه های ذکر، حلقه های ذکر الهی. ذکر یعنی چه؟ یعنی یاد خدا. و از برالله های کثیرن، چقدر در قرآن آمده است. بعضی ها ذکر گفتن رو مستحب میدانن، ذکر یا الله یا رحمان یا قدوس یا از کاری که هست، بعضی ها مستحب میدانن. مستحب نیست، واجب است. قرآن فرمود و از قرآن داها کثیرن، آن هم کثیر. به خاطر همین عرفا گفتن که آن کثیر حداقل بر بیشتر از هزار دلالت میکنه. اذکر الله، ذکر کنید خداوند را، کثیرن
بسیار فراوان. گفتن حداقل 1000 در لسان عرب، در زبان عرب حداقل 1000 تا مصداق کثیر است. بنابراین عرفا گفتن وقتی کسی ذکری از اسماء الله الحسنا میگوید حداقل 1000 تا بگوید. دستور است، مستحب نیست، واجب است. مثل نماز خواندن که واجب است، مثل روزه که واجب است، مثل سایر مسائلی که واجب است، ذکر الهی واجب است، استحباب نداره. و از قرآن الله هم کسی هم در قرآن آیات ذکر رو بررسی کنید به چیزهای خیلی عجیبی خواهیم رسید. قال حلق و ذکر، حلقه های ذکر. حالا یه بگویم که این حلقه های صوفیه یا حلقه های عرفا انحراف است، بدعت است. بله، ابن تیمیه میگه که اینها بدعت هست، وهابیان میگن اینها بدعت هست، طالب اهل سنت حنفیان و حنبلی هم میگن بدعت هست. ولی ما میگوییم پیغمبر فرمود، پیغمبر خود حلقه ذکر داشته است، حضرت علی خود حلقه ذکر داشته است. در اصحاب صفه اصحاب جمع میشدن وقتی همه میخوابیدن، اینها ذکر الله الله میگفتن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن. با هدف و ذکر قیده و مد رتو، رتو چیست؟ ارتعو فی ریاض جنه، اینها در باقای بهشت به خوشگذرانی و خوبی و سلامتی در آنجا هستند. رتو چیست؟ قال از رغبت و دعا، اینها چون رغبت دارن، شوق دارن نسبت به دعای الهی، نسبت به خواندن خداوند، این رتو است، عالیست. من احب العلم و العلماء لم تكتب له خطیئته قط. بعد فرمود هر کس علم را دوست بدارد، عاشق علم باشد و عاشق علمای ربانی باشد، علمای الهی باشد، لم تكتب له، نوشته نمی شود برای او خطیئته، خطایایش، گناهانش برای او نوشته نمی شود. قطو هرگز. هرگز نوشته نمیده. این فقط هم هست، فا و قطو هست دیگه. فا یعنی پس، قطو یعنی هرگز. فقط پس هرگز یعنی اسم انحصار است. فقط که میگوییم همین است. فقط تو هر بوده. خب پس حلقه ذکر پیامبر می‌فرماید روضه های جنت، باغ های بهشت کجاست؟ حلقه های ذکر درویشان است، حلقه های ذکر اهل عرفان است، حلقه های ذکر اهل ولایت است. اهل ولایت، اهالی ولایت امیرالمومنین، اهالی ولایت اهل معصومین صلوات الله علیه، اینها حلقه ای که می‌کنند، حلقه هایشان ریاضه بهشت هست، باغ ها و جنات ادنا هست. رسول کائنات، مهتر و بهتر موجودات صلی الله علیه و سلم چنین میفرماید العلم و حیات القلوب. یک یک اینها رو بررسی میکنه. این حدیث رو العلم و حیات القلوب، علم زندگی قلب ها و دل هاست، علم زندگی دل هاست، زیرا علم آگاهی دل است. علم چرا زندگی دل است؟ چون آگاهی است. وقتی که دلی آگاه نباشد مرده است. خیلی جالبه، یعنی اگر آگاهی نباشد، اگر علم نباشد، این شخص مرده است. زندگی و مردگی به چیست؟ به آگاهی و ناآگاهی است. کسی که ناآگاه است، دلش ناآگاه است، او مرده است. علما چرا اینقدر مهمن و چرا اینقدر اهمیت دارن؟ به خاطر اینکه اینها این علم رو به اینها، آگاهی رو به انسان ها میدهن. چرا انبیا اینقدر مقدسن و بزرگن؟ بخاطر اینکه آگاهی میدهن به انسان. آگاهی زندگی است، بی آگاهی مردگی. چون دست تو بی خبر شود،
از سرما و گرما خبر ندارد و از زخم خبر ندارد، گویی که دستم مرده است. اگر دست انسان اصلا هیچ حسی رو نداشته باشد، سردش نشود، گرمش نشود، یه چیز گرم رو بذاری فرقی برایش نکند، میگن دستش مرده است. اکنون اگر دل اشارت کند دست را که کوزه را برگیر و دست اشارت دل را فرمان نبرد، دستور ده که این کوزه رو بردار، ولی دست از او اطاعت نمی کنند. اگر به عذری و رنجی باشد آن دست را مرده نمیگم. اگر مشکلی داشته باشد، مثلا دستش مثلا سوخته است، نمیتواند مثلا آن کوزه را بردارد، زیرا اشارت دل را فهم می کند و می خواهد که بکند، اما منتظر است که رنج از او برود. اول سخن دل را می شنود، اراده می کند آن را انجام دهد، ولی نمی تواند. آن مربوط به اسباب ظاهری است. یکی از مثلا اعصاب دستش قطع شده است، به خاطر همین اگر آن رفع شود، آن اعصاب دستش بهبود پیدا کند، می تواند آن را بردارد. اما آن دستی که هیچ خبر ندارد از اشارت دل و هیچ عمل نکند و دل را جاسوسی هم نکند، یعنی از دل پرسش هم نکند که نداند که سرماست یا گرماست یا آتش است یا زخم است، آن دست مرده باشد. و همچنین هر آدمی که نداند و حس نیابد که اثر گرمای طاعت چیست، بداند که گرمی طاعت الهی چیست، این رو دلش درد نکنه. مانند دستی که گرما را حس نمی کنه، سرما را حس نمی کنه. و اثر سرما یا معصیت چیست؟ معصیت در دل انسان سردی ایجاد می کنه. ولی خیلی ها متوجه نمی کنه. معصیت می کنه ولی سردی در دلشان را احساس نمی کنه. و اثر زخم عتاب چیست؟ عتاب معشوق زخمش اثرش چگونه هست؟ آن شخص همچو آن دست مرده باشد. صورت شخص هست ولی معنی نیست. صورتش شخص است، صورتش ظاهرا آدم است، حرکت میکند، میرود، میآید، ولی معنی در او وجود ندارد. چنان که بر سر بستانها شخصی سازند از بحر مترس، مترسک میسازند. مترس یعنی چیزی که میساختن کافر خاص آمده، مترسک کردن یعنی مترس کوچک. مترس میآورن و چکار میکنن؟ برای اینکه حیوانات، پرندگان اونها یا کسان دیگر بدانن و بترسن، به شکل یک آدم درست میکنن که اینها وارد کشتار نشدن. میگن این مترسک هست، این انسان ها مترسن. شب کسی پندارد که پاسبان است که باغ و بوستان را نگاه می‌دارد. شب که دزد میاد می‌بینه که یک انسان مانندی اونجا هست ایستاده، می‌ترسد که بره، فکر می‌کنه که یک شخصی است. او خود کسی نباشد. آنها که به نور صبح به نور گرند، فردا صبح نگاه می‌کند دزد، می‌بیند که ای بابا اشتباه کرده است. دانند که کسی نیست و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. خیلی زیباست. ای رسول، تراه و میبینی کافران را، ینظرون الیک کرد، نگاه میکنن، نظر میکنن به سوی تو، و هم داری بسرون، اینها نمیبینن. چرا نمیبینن؟ نور نبوت رو در پیشانیتون نمیبینن، نور حقیقت رو در وجودتون نمیبینن. و این درک علم میخواهد، آگاهی میخواهد. اصلا انبیا برای چه آن؟ نبی یعنی چه؟ یعنی نبی یعنی کسی که نبع میگردن، کسی که میخواهد آگاه بکنه. نبی کسی نیست که ما زور بگوید که این کار رو بکن، این کار رو بکن. نبی آمده است ما خبر بدهد، صرفا خبر است، خبر میدهد به ما. همه آنچه که در قرآن هست از جهنم و دوزخ، اینا همه خبر است. همه ببینید، همه اخباری است، جمله ها انشایی نیست، جمله اخباری است، اخباری است، یعنی خبر میدهد، از یک واقعیت خبر میدهد. اگر تو از ظلمت نفس هوا بیرون آیی و در نور صبح دل درآیی و به نور دل بنگری،
اغلب خلق را در بستان دین همچنان مترس بستان دین. خیلی زیباست. میگه اگر به چشم معنا نگاه کنی، همه این آدم هایی که میگن ما مسلمانیم، همه این هایی که خم و راست میشترن و نماز میخوانن و روزه میگیرن، غالب ایشان نترسن، نترسن، حیاتی ندارن، حرکتی ندارن، اینا مردگانن. اغلب خلق را در بستان دین همچنان مترس، مترس بستان دین. به خاطر این قرآن اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یحقهون، اکثر این هم نمیدانن، اکثر هم خیلی از اینها هست، لا یعلمون و لا یفقهون و همه لا یتفکرون و اینها هست، این هست نمیدانن. غالب کسانی که ادعای اسلام دارن، و البته من خودم را از اونها جدا نمی کنم، ادعای مذهب دارن، اینها مترسن، مترسک هایی هستن که روحی ندارن، اینها وجود ندارن، مردن اینها، اینها در کار دین مردن، به کار گل مشغولن. میدان فراخ و مرد میدانی می، نه میدان فراخ است. فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخن گوی گوی. سعدی گفت که کسی نیست میدان ارادت رو بیاورد، کسی ارادت ببرزد به شخص، آن وقت بتواند که گوی بزند، سخن فصیح بیاورد، سخن بگوید. وگرنه وقتی ارادت نباشد، وقتی قبول نباشد، سخن گفتن چه فایده دارد؟ میدان فراخ و مرد میدانی نی نیست. احوال جهان چنان که میدانی نی، احوال دنیا رو خیلی خوب میدانی، اینجوری نیست. ظاهرهاشان به اولیا ماند، دیک میبینه قیافشو میگی این ولی الهی است، در باطنشان بوی مسلمانی نی. بابا ما خیلی زیبا میده، میگوید مسلمان بو دارد، نه از آن بوهای بوی پا و بوی زیر بغل. مسلمان بو دارد، بوی ایمان از او میزند. و چه کسی میتواند این بو را بفهمد؟ اهل دل میتواند. خیلی از مسلمانان را که بو میکنی میبینی که اینا بوی اسلام نمیفهمند. بوهای دیگر چرا؟ بوی شرک، بوی کفر، بوهای دیگر میدهند، اما بوی اسلام از اینها برمیاد. نعوذ بالله. دیگر چه میفرماید رسول محبوب؟ ول عمل و کفارت و ذنوب، و عمل کفاره گناهان است. کفاره یعنی بسیار پوشاننده، کفاره یعنی وجود، کفاره یعنی چیزی که بسیار بسیار میپوشاند، یعنی گناهان را میپوشاند و به جزای به آن نمیرسد، یعنی عمل صالح. عملهای بد را محو کند و پاک کند، عمل خوب عمل بد را از بین می‌برد. این امر مشخصی است. مثلا تو اندیشیدی که فلان کس در حق من چنین بد کرد و چنین سعی و دشمنانگی کرد. یک کسی به تو دشمنی کرده، این بدی کرد، تو را خشمی آمد که او را بزنن و در زندان کنن. این پدرش رو برم در بیاریم، این چرا در حکمانی بدی بکرد؟ باز اندیشیدی که فلان روز چونین نیکویی کرد و چونین خدمت کرد، یا اونجا من مونده بودم این به کمک من آمد، در فلان جا هم یه دست آمد دست من را گرفت و چونین خدمت کرد و از بحر من به فلان کس جنگ کرد، با فلان کس نبرد کرد، آن خشم از تو رفت و گفتی نشاید چون این دوستی را آورد. بدی کرده ولی یاد نیکی هایش باعث شد که از بدیش بگذری. خدا هم چون این هم، سنن الهی هم چون این هم. آن خطا که کرده بود به قصد نبود و عذر خواستن گرفتی، عذر خواستن گرفتی، رفتی ازش عذر خواستی. همچنین اکرم و اکرمین تا عطا فرمود،
اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین، یعنی ای کریم ترین کریمان، ای بخشنده ترین بخشندگان، و یا ارحم الراحمین. تا عطا فرمود و آموخت بندگان را تا عذرخواه بدی و فساد شود. به بندگان آموخت که اینا توبه کنن، چنان که داروها آفرید تا دفع بیماری ها باشد و جوشن ها و زره ها و سپر ها آفرید تا دفع زخم شمشیر و تیر و نیزه گناهان باشد. شمشیرگر که شیطان است شمشیر تیز می کند و سپرگر که عقل و علم است سپر را محکم می کند. خب در آنجا گفت خداوند چه می کند؟ خداوند برای این گناهان ما رو می خواهد ببخشد. چه می کند؟ به ما چیزهایی رو یاد می دارو می دهد. این گناه رو، این بیماری گناه رو به واسطه داروی توبه می شوید. مولانا و دیگران گناه رو بیماری می دانند. این خیلی نظریه جدید است. جنحه و جنایت رو بیماری می دانند. در نظریات جدید جرم شناسی و کیفر شناسی در جهان، در کشورهای پیشرفته خصوصا، جرم رو یک بیماری می دانند. قاتل یک بیمار است که میبایست او را در بند کرد تا اینکه این بیماری مصری که قتل دیگران است دامن دیگران را نگیرد. یک بیمار است آدم صحیح و سالم که نمیرود کسی دیگر را بکشد. به جای اینکه بگوید مجرم است و باید کشتش، میگوید که مجرم است اما بیمار است. چه کسی بیمار سرطانی را میکشد؟ چه کسی میگوید، میآید میگوید که این سرطان دایدی را بکشید؟ دیده اید تا حالا؟ این فلان مرض را دارد، او را بکشید. مگر مریض را میکشند؟ مریض را میبرند در بیمارستان درمان میکنند. کسی که قاتل است، کسی که سارق است، کسی که بدترین کارها را میکنند، طبق اصول جرم شناسی جدید و کیفر شناسی جدید، اصول جزا و مجازات جدید در جهان 50-60 سال هست که به این نتیجه رسیدن و یه ده 200 سال قبل شروع کردن، این است که این یک بیماری است. کسی که کسی دیگر را میکشد بیمار است. کسی که به کسی دیگر تجاوز میکند او بیمار است. بیمار رو میکشند یا او را به بیمارستان میبرند. بیمار روانی است، مشکل داره. حالا میشود ما بگوییم تو اسکیزوفرنیایی داری؟ باید تو رو بکشی؟ تو شیزوفرنی کسی باید تو رو بکشی؟ مگر تو دیوانه هستی باید تو رو بکشی؟ مگر میشود؟ جرم و جنایت همچنین است. مولانا به این توجه داره. 600 سال قبل از زمان ما، 700 سال قبل از زمان ما این رو فهمیده است. ببینید چقدر انسان بزرگی بوده است. البته این هم که خودش نفهمیده، این رو از اخبار، از روایات، از آیات فهمیده. این که اکنون جرم شناسان غربی به آن رسیدند، 1400 سال قبل فرمایش حضرت امیرالمومنین است، فرمایش حضرت رسول است، اینها رو فهمیدند. ما کنار گذاشته ایم. آنها رفتن با عقل عرفی خود به نتیجه رسیدن، پیدا کردن. خب میگوید همچنان که توبه دفع بیماری گناه رو میکنن. گناه بیماریست، باید با گناهکار به مسابقه بیمار رفتار کرد، نه به مسابقه مجرم که بگیری بکشی اون را. باید بگی این بیمار است که گناه کرده است. راهش چیست؟ دوایش چیست؟ توبه هست. میگه همچنان که جوشن و زره و سپر رو آفریده خدا، در برابر زخمها، در برابر زخمهای گناه هم خداوند توبه رو آفریده است. به همین باید خب میگه
شمشیرگرد شیطان است. شیطان میآید شمشیر را می آورد بر سر ما بزند. شمشیر تیز می کند. سپرگر که عقل و علم است. کسی که عقل و علم سپر درست می کند در برابر شمشیر شیطان. شمشیر شیطان به این سپر عقل و علم می خورد و باز می ماند. سپر را محکم می کند و تیر تراش نفس پیکان را سرتیز می کند و زرهگر توبه حلقه های زره را تنگ و محکم می کند. نفس می آید، تیر تراش می آمدند و هرچه نوکش تیزتر بود اینقدر سریعتر می رفت و وقتی اصابت می کرد بیشتر در بدن فرو می رفت و بیشتر مهلکه می آورد. میگه خب اینها وقتی تیز می کنند این نوکرین رو، اینها همه حلقه های جوشن که هست، حلقه آنها رو تنگتر می کنند که این نتواند بیاید نفوذ کنند. آنها تیرها رو نازکتر می کنند که از این حلقه ها بگذرد و به او آسیب برساند. اینا حلقه ها رو تنگتر می کنند، حلقه های کوبه رو که اجازه ندارد. این عامل قهر است آن عامل لطف. ای برادر سوی تیر می روی، بی سپر توبه و طاعت ملول. به سوی شیطان می روی بدون سپر توبه و طاعت نرو. احمقی است که آدم برود به جنگ شیطان بدون سپر. حماقت محض است. باید در برابر او سپر توبه رو گرفت و سپر طاعت و اطاعت حق تعالی رو بیرونید. این سپر توبه خیلی مهم ها. ممکن است که هر کسی گناهی بکنه. خیلی به این توصیف بکنه. ممکن است هر کسی گناهی بکنه. ممکن است هر کسی از دستش گناهی در بره. بی خیلی تأکید شده است که انسان ممکن است بیمار شود. سریع این رو علاج کند تا اینکه این بیماری به بیماری های دیگر منجر نشه. بعضی از بیماری ها هستند موجب بیماری های دیگر می شود. اگر انسان بلافاصله علاج کرد آن بیماری رو منتج به بیماری های دیگر می شود. یک بیماری زادگاهی می گیرد، یک سرماخوردگی تازه است. توجه نمی کند، درمان نمی کند، تبدیل به سرماخوردگی می شود. سرماخوردگی شدید می شود. تبدیل زادگاهی می شود. این می آید ریه اش را در می کند. کبد اش را، کلیه اش را. بعدش می میرد. با یک سرماخوردگی ساده بعد از یک سال می میرد. چرا؟ چون این شد؟ چون بیماری بیماری می آورد و اینها با هم دیگر شرایط دارد. به اول گر اولی بیماری رو درمان کردی آن وقت دیگر قوت بیماری ها دیگر نخواهد رسید. خب وقتی که انسان به جنگ شیطان می رود همه جا ما در جنگ شیطان هستیم. بی سپر طاعت و بی سپر توبه نه، بلا فاصله توبه کن. گفتن بلا فاصله توبه کن. گناه کردی؟ نگو که رویم نمیشود، حالا بذار یکم از روی گناهمان بگذرد، بعد یه مدت مثلا نماز اینا بخونیم، آدم بشیم، بعدا توبه میکنیم. نه. همانجا که گناه کردی، همانجا توبه کن. آن باعث میشود که دیگر کمتر به سمت گناه بروی. دیگر چه میفرماید؟ الناس رجلان عالمون و متعلمون علی سبیل النجات. من تصمیم گرفتم که این رو زیاد بخوانم، میسر نشد و وقت ما به اتمام رسید. از حوصلتون و لطفی که من ممنونم. انشاءالله بماند برای جلسات بعد. انشاءالله خداوند همه ما رو به آن سپر توبه مجهز فرماید که بتوانیم در برابر وسوسه شیطان و تیرها و شمشیرهای شیطان بایستیم. ان شاء الله. السلام علیکم.